آقا دیدید میگن ذوالقرنین کوروشه؟ شنیدی؟ مزمان. یکی دیگه گفتن ذوالقرنین اسکندره. بیا من قرآنی برات اثبات کنم ذوالقرنین امام زمان. برو تو برای آیا اصلا چرا میگه قرن شاخ؟ شاخ میگن قرن، میگه قرنین یعنی دو تا شاخ، زو یعنی صاحب، ذل جلال صاحب جلال، ذل قرن. قرن معنی دیگه چیه؟ امته، صاحب دو امت. تو فکر بکن به اندازه وسعت بهت میده. نمیگم این حرف من درسته ها، حداقل میتونم دلایلی بسیار قوی تر بیارم که ذوالقرنین من بیشتر میخوره نسبت به ذوالقرنین تو. یعنی برو به اندازه وسعت بهت میده فکر کن، تأمل کن، تعمق کن. میخوای در مورد ذوالقرنین یه چیزی بگم؟ ذوالقرنین چی میگه؟ میگه تکه های آهنتان را بیارید تا برای شما سدی بسازم. میگه تیکه های آهن رو خودتون بیارید. خودش چی میذاره؟ مس عین القدر. این دعایه رو جای دیگه خود قرآن تفسیر کرده. آهن مال کی بود؟ نرم شدن آهن داوود، نرم شدن مس سلیمان. دوزاری داره میفته، میگه بین دو سد. چرا سد دو شما سد در نظر میگی؟ و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فخشیناهم فامل. میگه تو آخر اون یه قومی بودن تو اون منطقه خاص که رفت به سمت مشرق و این صدفین تو اونجا یه جای رسید. اینا مردمی بودن که هیچ زبونی نمیفهمیدن. چرا میگی زبان؟ میگه قول متعه. یعنی یه معنیش میشه؟ میگه حرفی هیچ کسی دیگه روشون اثر نداشت، هیچ فکری رو دیگه قبول نداشتن، هیچ ایدئولوژی رو دیگه قبول نداشتن، فقط حرف کیو فهمیدن؟ ذوالقرنین. گفت تیکشه های آهنتون رو بیارید تا از مس خودم برون بریزم و سدی بزنم تا قیامت. سد ذوالقرنین ویژگیش قرآن میگه دکا از بین میبردش. دکن دکا رو قرآن در موردش چه استفاده کرده؟ قیامت. سد ذوالقرنین ویژگیش اینه که تا قیامت باقی مونده. این سد تو دلت میزنه. میگه مردمی خسته از تمام ایدئولوژی ها که هیچ حرفی رو گوش نمیکنن، فقط حرف یه نفر گوش میکنه. دقت کردید قرآن از سپاه ذوالقرنین صحبت نمیکنه؟ مطلقا صحبت. چرا ذوالقرنین اول میره به مغرب بعد میره به مشرق؟ در تمام جای جای قرآن اول صحبت از مشرق شده بعد مغرب. حدید رو میدونی چی معنی کرده قرآن؟ آهن، قوانین. میگه ما پیامبران را فرستادیم و انزلنا معهم الکتاب اول، درسته؟ با اونا کتاب فرستادیم و قوانین الهی در تفاسیر اومده. آهن قوانین الهی مثل آهنه، یعنی چارچوب به تو میده اما نمیتونی بشکنیش. قوانین الهی نمیتونی بشکنی. آقا از ویژگی های آخر و زمانی هایی که تو ایرانن کیه؟ چه ویژگی؟ کذوب بر الحدید، مانند پاره های آهنن. دلشون مثل آهنه. میگه اینا رو بیارید تا من از مس هدایت خودم بر اون بریزم. چه ویژگی داره حضرت سلیمان نسبت به حضرت داوود؟ به حضرت داوود قوانین داد خدا دیگه، قوانین قضاوت به حضرت داوود داد قرآن میگه. اما میدونید که سیستم قضاوتی حضرت سلیمان هم بگید از داوود هم در بچگی حکمی رو درست پاسخ داد که حضرت داوود نتونست. اینا قرآن یعنی این، یعنی بخبین من دارم دلیل میارم یه میتونی بردش. قرآن همینو میخواد. فکر کنیم تو آیه